معافکر میکنیم که یک موقع بسیار خوب و برای حل مسئله افغانستان بسیار مهم بود، به خاطر که قبل از این موقف ما در سطح بین المللی نشنیده بود، کسی نشنیده بود، فقط مواقف خود را می گفتن، در حالی که ما یک طرف مهم مسئله افغانستان هستیم. در این مجلس موقف ما را شنیدن، به نظر ما یک پیشرفت بسیار خوب است. اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند چی؟ My name is Sam in the U.S. Do you mind if we ask you one more question? Do you mind telling me what you said you were speaking with the U.S. delegation here or representative? What did you tell them? Or what were you discussing? Yeah, I told him that at the first place we are talking now talking with the American forces در افغانستان و در همسایه های خود در کشورهای منطقه و فرامنطقه است. ما نمی خواهیم که با هیچ یکی از همسایه های خود جدیترین مشکلی داشته باشیم. ما در آینده ای را تضمین می کنیم، امارت اسلامی افغانستان ای را تضمین می کند که هیچ فرد و گروهی را در داخل افغانستان ما اجازه نمی دهیم که این به کشورهای منطقه، به کشورهای همسایه تهدید و مشکل ایجاد کند. نماینده آمریکا هم در این نشست حضور داشت. موضوع استقبال نماینده آمریکا از مواضع طالبان چی بود؟ بهتر است که شما از اونا پرسان بکنید. آیا چون گفتنی داشتن در طبال موضوعشون؟ تا آخر مجلس ما چیزی نشنیدیم از اون. از نماینده آمریکا شما چیزی نشنیدید؟ طبعا. تشکر. از این واقعی نخستین که با نماینده های حکومتی میکرده از اون شما راضی هستین از اون عملی شما عمل شد؟ این کنم مذاکراتی نبود، یک کنفرانسی بود، هر کس موقف و استراتیجی خود را در اینجا بیان میکرد. ما استراتیجی داخلی و خارجی امارت اسلامی افغانستان را در این کنفرانس برای همسایه ها و برای کشورهای منطقه و برای شما ژورنالیست های محترم اظهار کرد. تشکر. اگر اشرف غنی از شما دعوت بکنه به زودی درباره که در مذاکره مستقیم در با اشرف غنی نماینده دولت با دولت افغانستان داشته باشین، شما مذاکرات شروع خواهد کردین مستقیم با خود دولت اشرف غنی؟ ما مشکلات اساسی را در افغانستان موجودیت نیروهای خارجی میدانیم. وقتی که موجودیت نیروهای خارجی اگر حل شود، ما افغان ها دیگه مشکلات خود را از طریق تفاهم حل کرده می توانند. شرایط اگر نیروهای خارجی از افغانستان اخراج شوند، ممکنه که شما نمایندگان طالبان با دولت افغانستان با کابل که مذاکرات مستقیم داشته باشید، درست فهمیدم؟ البته نیروهای خارجی، نیروهای اشغالگر از افغانستان برایند، بعدن هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد. همه افغان ها می توانند با هم بشینند و یک اکثریت افغان ها مسلمان ها هستند و با هم بشینند درباره مسائل داخلی خود با هم دیالوگ و تفاهمی داشته باشند. پس شرط اصلی شما برای مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان چیه؟ البته از نظر ما مشکلات افغانستان دو بُعد دارد، یکی بُعد خارجی و یکی بُعد داخلی. اگر بُعد خارجی پرابلم افغانستان حل شود، ما می توانیم باز در بُعد داخلی افغانستان که دو مسئله قانون اساسی، مسائل هیومن رایتس، وومن رایتس و دیگر مسائل کشت مواد مخدر، تمام پرابلم های داخلی افغانستان است، دو بیز دو ما می توانیم داخل شویم. مردم افغانستان به باور هستند که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، باز خشونت دوباره در افغانستان رایج خواهد شد و مردم در او وسایل از بین خواهد رفت. نمازه شما در این رابطه و ذهنیت مردم در این باره چیه؟ البته شما بهتر می فهمید که نیروهای خارجی که 17 سال است در افغانستان وجود دارند، به نظر شما کدام درد مردم افغانستان را دوا کرده است؟ حالا او وقت ما چند نفر محدود مبتلا به مواد مخدر داشتیم، الان ما 800 هزار طفل ما به مواد مخدر مبتلا شده است، 300 هزار خانم ها به مواد مخدر مبتلا شدند و تخمینا 3 میلیون افراد مردم مظلوم افغانستان به مواد مخدر مبتلا شده است. این کدام درد افغانستان را دوا کردند که از این بعد دوا خواهند کرد؟ دقیقاً در بحث اینجاست که مردم افغانستان بعد از 17 سال و آن چیزی که در دوره دوران طالبان در افغانستان گذشت، خشونت و بمبارانی که بود، آیا طالبان با برگشت به افغانستان ممکن است اصلاحاتی در
بحث برخورد با رادی با مردم و مداری حساب کنیم با هم میشه قبلی بود با هم برمیگردن. البته دو وقت نمیفهم که شما دو افغانستان بودین یا نبودین. در وقت طالب ها مسئله اساسی مسئله امنیت بود. اگر شما قیاد داشته باشین از یک قریه نمیتونستیم ما یک افغان عادی ما به قریه دیگر سفر بکنند. هزاره نمیتونست به منطقه پشتون برود، پشتون نمیتونست در منطقه تاجیک برود، تاجیک نمیتونست در منطقه ازبک برود. این یک پرابلم اساسی بود. امارت اسلامی افغانستان بود که این انرژی را از مبین مردم افغانستان یک بخش مردم افغانستان هستند، بخش بزرگ مردم افغانستان را تشکیل میدن. الان هم اگر شما آگاهی داشته باشید که بیشتر از 70% سرزمین افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان است. مردم در اونجا زندگی دارند، در اونجا مردم تعلیم دارند، در اونجا مردم زراعت خود را پیش میبرند، در اونجا شما هیچ نوع اختطاف را نمیشنوید، در اونجا هیچ نوع شما بی‌نظمی را نمیشنوید. تمام بی‌نظمی هایی که است در اونجا یک ساحه محدودی که اطلاعات نیروهای اشغالگر است در اونجا وجود دارد. مردم است یا کشور خارجی؟ ما موجودیت نیرو خلاف ما مخالف موجودیت نیروهای خارجی هستیم. بعد از 17 سال چند روز پیش گذشته نیروهای طالبان به استان جمهوری حمله کردند و تعدادی از مردم هم مردم عادی رو بالاخره تلفات داشتن دادن. آره اینجا برمیگرده که خواهی دشمن هستی طالبا مردم هست که به مردم ملکی حمله میکنه، یکی نیروهای خارجی خود منطقه نبودن چجوری رفتن حمله کردن به خاطر چی؟ قطعاً طالبا با مردم عادی کلن احترام دارن. بسیار مردم های عادی ما، اهل تشیع ما، اقوام هزاره ما بسیار زیاد است در تحت حکمیت در هلمند، در قندهار، در شمال، در سرپل، در هر جا در تحت حکمیت طالبا زندگی دارن. هیچ نوع مشکل بر از اونها ایجاد نمی شود. استراتژی ما ای است که ما باید مشکل افغانستان را از طریق دیالوگ حل بکنیم. جنگ برای دفاع است، ما با جنگ مجبور هستیم. ما اونا آمدن خانه ما را اشغال کردن، در مراسم عروسی ما بمبار کردن، قریه های ما مردم بمبار کردن. ما مجبور هستیم که از حقوق انسانی و اسلامی خود دفاع بکنیم. تا به حال شورای عالی صلح در باره موقع روسیه یکم بار میانکاری بین تمام و افغانستان میکنند. شما امیدوارید روسیه میتونه ما قبلا هم گفتیم که هر گروه یا هر کشوری که درباره صلح افغانستان رول مثبت بازی بکند ما از او استقبال میکنیم. تشکر از توجه. استراتژی از اونا را شما از اونا پرسان کنید که چقدر موضوع شما ما از نظر ما تا حال کدام نتیجه مثبتی نداشت. And we expressed our position. It was no difference. No difference.